سلام، امروز میخوایم تابع ریپلیس رو با هم دیگه بررسی بکنیم و یاد بگیریم. این تابع در واقع میاد یک متن رو بررسی میکنه و تعدادی از کاراکترهایی که مورد نظر ما هست رو با یه سری کاراکترهای جدید، با یه سری حروف جدید جایگزین میکنه که اون حروف رو ما تعیین میکنیم چی باشه. حالا حروف، عدد، هر نوع کاراکتری، اسپیس. فقط توجه داشته باشید که این تابع از نظر عملکرد خیلی شبیه تابع سابتیتیود هست که خب یه سری تغییرات جزئی توی فرمولش هست که اونو هم توی ویدیوی دیگه شرح دادیم که به چه صورت هست اون تابع سابتیتیود. خب فرمول این تابع به این صورت هست. اولین ورودی این تابع اولد تکست هست، یعنی متن قدیمی، یعنی متنی که ما میخوایم یه سری تغییر توش اعمال بکنیم. دومین مورد استارت نام هست، یعنی اولین کاراکتری که تغییر میکنه از نظر تعداد. یعنی ما باید بشماریم اینجا، بگیم خب مثلا توی دیاکو اگه ما بخوایم وای رو اینجا تغییر بدیم میشماریم 1 2 3، میشه سومین، یعنی از سومین کاراکتر تغییر شروع بشه. مورد بعدی نام چارز هست، یعنی تعداد کاراکترهایی که باید تغییر بکنه که شروعش از همون استارت نامی که الان گفتیم. یعنی چی؟ یعنی ما اینجا میشماریم 1 2 3، خب این میشه استارت ناممون 3، یعنی از وای شروع بشه. حالا ما میخوایم وای و ای و کی و او اینجا تغییر بکنن، این چهار تا. پس نام چارلز اینجا میشه 4، یعنی از 3 شروع بشه استارت نام تا 4 تا عوض بشه که میشه نام چارلز، یعنی تعداد کاراکترها، یعنی 4 تا عوض بشه که شروعش از وای هست. و مورد آخر، ورودی آخر، نیو تکست هست، یعنی متنی که ما میخوایم جایگزین این 4 تا بشه. چه چیزی میخوایم جایگزینش بشه؟ خب بریم اولیشو تمرینشو انجام بدیم. تابع رو وارد میکنیم، ریپلیس، متن قبلیمون توی سلول F2 هست، میخواییم وای رو تغییر بدیم، چندومیه میشماریم 1 2 3، سومیه، پس از سومی شروع میشه. همین یه دونه وای رو میخواییم تغییر بدیم، اصلا تعداد نمیخواییم، پس میزنیم 1، یعنی فقط حرف وای، کاراکتر وای تغییر بکنه. و آخرین مورد، چیزی که میخوایم جایگزینش بشه، حالا هر چیزی، ما میذاریم مثلا اینجا x، فقط یادتون باشه توی کوتیشن مارک باید باشه اینا، همونجوری که میبینید میخوام جاش بذاریم x. میذاریم، میبینید که اینجا y هست شد، به جاش x اومد. خب حالا به فرض میخوام هر چهار تا این چهار تا آخر رو توی دیاکو تغییر بدیم، میایم توی همین فرمول اینجا ببینید اینکه 1 وارد شده بود، به جاش میذاریم 4، میبینید که هر چهار تاش هست شد، به جاش x نشسته شد. به این معنی نیستش که اون 4 تا x میاد، چون ما اینجا توی آخرش برای متن جدید یه دونه x دادیم. اگه تعداد بیشتری بخواید باید تعداد بیشتری بزنید و همون تعداد جا گذاشته میشه. پس اینکه چند تا از اون حرف جدید بیاد چه ربطی نداره به اینکه متن قدیمی چند تا حرف داشته، چند تا کاراکتر داشته. اینجا اینو ما اینجا تعیین میکنیم، اون 4ی که زدیم، یعنی اون 4 تای آخر حذف بشه، جاش این متنی که ما وارد میکنیم بیاد، به این صورته. حالا توی مورد بعدی ما میخوایم اینجا S که توی سایت هست رو تغییر بدیم. چیکار میکنیم؟ باید بشماریم اول. 1 2 3 4 5 6 7 8، چون اسپیس هم شمرده میشه، اسپیس هم یه کاراکتره، هر چیزی، یه نقطه، نمیدونم یه خط تیره، هر چیزی، اسلش یه کاراکتره، اسپیس هم یه کاراکتره، اون فاصله یه کاراکتره، باید شمرده بشه. پس میشه 1 2 3 4 5 6 7 8 که اس هست. ما هشتمی رو میخوایم تغییر بدیم الان. خب اینجا فرمول رو وارد میکنیم، ریپلیس، چه متنی رو میخوایم تغییر بدیم؟ متن F3. از حرف چندم شروع میشه؟ هشتم، که اس باشه. به چه تعداد؟ به تعداد 1، یعنی فقط اس تغییر بکنه. میخوایم چی جایگزینش کنیم؟ به فرض ال، حالا ال بزرگ میخوایم جایگزینش بکنیم، و اینجا میشه دیاکو لایت به جای سایت، چون اس تغییر کرد به ال. فرمولش رو دقت بکنید که وقت اشتباه نشه. خب مورد آخر، متن ما هست ISSM، یه اسپیس هم بینش هست، ISSM، اینو میخوایم تغییر بدیم به IM. به چه صورت باید انجام بدیم؟ بسیار ساده، تابع رو مینویسیم، متن ما هست توی سلول F4، از چندومین حرف شروع میشه؟ 1 2 3، اسپیس حساب شد دیگه، 1 2 3، اولین اس سومین کاراکتر هست، پس میشه 3
به چه تعداد تغییر کنه؟ خب اینجا دو تا اس داریم دیگه، این دو تا اس رو میخوام تبدیل کنیم به یه دونه ای که بشه آی ام، پس این میشه دو، یعنی دو تا حرف تغییر میکنه، این دو تا حذف بشن به چی تبدیل بشن؟ به ای. و میبندیم، میبینید که اینجا شد آی ام. خب توجه داشته باشید فقط برای استارت نام یعنی جایگاه شروع و نام چارز یعنی تعداد کاراکترهایی که میخوایم تغییر بدیم تنها اعداد مثبت وارد کنیم. اگر به فرض ما اینجا بیایم برای هر کدوم از اینا عدد منفی وارد کنیم اینجا با ارور مواجه میشیم. میبینید اینجا هر کدوم از این دو تا عدد رو اگر منفی وارد بکنیم ما با این ارور ولیو مواجه میشیم، پس باید فقط اعداد مثبت باشن. برای دیدن جدیدترین محصولات و ویدیوهای ما به وبسایت diaco.com، کانال یوتیوب diaco ltd و کانال تلگرام diaco ltd مراجعه بکنید.